اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدیر و تشکر می کنم از حضور گرم و خالصانه همه شما نمازگزاران عزیز و بزرگوار، هم از خواهران و برادران، خاصتاً از علمای اعلام. در خطبه دوم گفتم هوا هم گرم است، مناسبت ها هم زیاد. سه تا نکته را اشاره می کنم. نکته اول، امروز 29 ذی القعده الحرام، سال روز شهادت جواد الائمه، امام جواد علیه السلام از شهادت این آقا را به پیشگاه قطب عالم امکان حضرت بقیت الله و به همه شما دوستداران و عاشقان اهل بیت صمیمانه تسلیت عرض میکنم. از باب تیمن و تبرک، چون ایام شهادت این مولاست، یک حدیث را فقط صرف ترجمه می کنم. آقا امام جواد علیه السلام می فرماید: المؤمن یحتاج الى ثلاث. انسان مؤمن در زندگیش محتاج به سوی سه چیز است. مثلی که ما به آب و نان و هوا نیاز داریم، نمی توانیم بدون ای زنده بمانیم. در زندگی معنوی امام این گونه مطرح میکند، میگه انسان مؤمن هر کسی باشد محتاج در زندگی به سوی سه چیز. اول، التوفیق من الله. اولین چیزی که نیاز داره توفیق از خداست. ای انسان مسلمان، ای برادر و خواهر متدین، هر کاری را در زندگی اگر توفیق پیدا کردی به کار نیکی، توفیقش مال خداست. اگر توفیق داری نماز اول وقت داری، اگر توفیق خمس و زکات داری، اگر توفیق احسان به والدین داری، اگر توفیق خدمات اجتماعی داری، همه از آن خداست. اولین چیزی که امام جواد علیه السلام می فرماید توفیق از جانب خدا، چون فرصت ایجاب نمی کند دیگه توضیح نمی دهم. دوم، و واعظ من نفسه. دومین چیزی که نیاز است واعظ درونی. نمونش را در خطبه اول عرض کردم که از دل انسان معتقد به خدا باشد، واعظ درونی داشته باشد. واعظ بیرونی مؤثره، اما در همه جا نه. اویی که جلو انسان را میگیره و رهنمایی میکند واعظ درونی است. در خلوتها، در جلوتها، در اماکن عمومی غیر آن، وقتی میخوای زندگی کنترل شوه، واعظ نفسی ما نیاز داریم از درون. و سومین جمله را که توضیحات خیلی فراوانه دیگه، معذرت میخواهم، سومین نکته را که آقا مطرح میکند، و قبول من ینسهو. دیگه این به این نیاز داره انسان مسلمان که قبول کنه چیزی را که بهشان نصیحت میشه. اگر کسی خیرخواهی میکنه، واقعا نصیحت برای ما چقدر زیاده، پند برای ما چقدر زیاده. امام معصوم میگه به هر جایی که نگاه کنید همونجا برای شما موعظه هست. قد خمیده را میبینی باید ما را موعظه کند، خانه ها را میبینی، مساجد را میبینی، اینها همش موعظه. یا چطور یک روز کی اینجا زندگی میکرد، امروز کی ها زندگی میکند؟ قصر را ببینی، این قصر برای ما موعظه هست. یک روز کی حکومت میکرد، امروز کی ها حکومت میکند؟ یعنی در گذر است. لذا هارون رشید وقتی میرفت از جایی با حشم و هدم حرکت میکرد، یک جایی رسید که بهلول چوب سوار با بچه ها بازی میکند. صدا زد، گفت که بهلول یک چیزی به من نصیحت کن. اطرافیانش خنده کرد. هارون الرشید با این وضعیت آمده پیش یک آقای استاد شده که با بچه ها بازی میکند، ظاهرا دیوانه یدی، چوب را سوار شده با بچه ها گردش میکند. گفت نه چیزی به من بگو. اطرافیانش در تعجب شد، اصرار زیاد. یک مرتبه بهلول هم چوبی که زیر پایش بود بلند کرد، فقط دو تا جمله را اشاره کرد. شما نگاه کنین،
واقعا اگر انسان واعظ درونی داشته باشد و قبول نصیحت کند چقدر زندگی های انسان درست میشه. فقط یک نکته اشاره کرد، گفت هازا قصورهم و هازا قبورهم، گفت این قصر شاهانه این قبر شاهانه، همیشه را از همین قصر گرفته می آورن وارد قبر می کنن. یعنی تو هم مردنی، تو مواظب باش، همیشه اینجا نیستی، همیشه قصر نشین نیستی، مواظب باش چگونه حکومت میکنی. یک روز تو را از همه قصر گرفته وارد قبر میکند، اونجا را مواظب باش. واقعا انسان اگر بتواند این واژه هایی که آقای امام جواد مطرح میکند نصیحت پذیر باشد. ما حرف زیاد میشنویم، موارد نصیحت بسیار میبینیم، اما کمتر توجه میکنیم. قبول نصیحت مهم، یک حرف زندگی انسان را زیر رو میکند، تغییر میده. یک نگاه زندگی انسان را تغییر میدهد. نکته بعدی که میخواهم مطرح کنم، امروز 18 جوزای امسال، فردان پس فردا 20 جوزا سال روز ارتحال ملکوتی مرجع فقید حضرت آیت الله العظما محقق کابلی رضوان الله و رحمت الله علیه هست. فرارسیدن 5 سالیاد ایشان را به همه ملت عزیز افغانستان، شما مؤمنین بزرگوار، جامعه روحانیت، علما و اساتید، طلاب محترم حوزه، به همه این بزرگان و خانواده محترمشان تسلیت عرض می کنم. اجازه دهید در این باب نکات مختصر را مطرح کنم. عزیزان بزرگوار، وجود فقها عالمان با تقوا یکی از نعمتهای مهم الهی در جامعه هست، از نعمتهای مهم الهی که جامعه اسلامی و انسانی نیازمند جدی است به همچو علما. آقای امام صادق علیه السلام می فرماید لا یستغنی اهل کل بلد من ثلاث تفضع الیه فی امر دنیاهم و آخرتهم امیر خیر مطاع طبیب بصیر ثقه فقیه عالم ورع. امام صادق علیه السلام می فرماید هیچ اهل بلدی، هیچ شهری، هیچ کشوری، هیچ منطقه ای بی نیاز نیست از سه امر. یعنی نیازمند جدیست به سه امر. خوب توجه کنین، به سه امر نیاز جدی دارد، هم در امور زندگی دنیاییشان، هم در امور اخرویشان به سه امر نیاز دارند. یک، امیر خیر مطاع، حاکم خیر، امیر خیرخواه که مورد اطاعت قرار بگیرد، جامعه نیاز دارد. دوم، دکتران متخصص با تجربه، دردشناس و دواشناس نیاز دارد. سوم، فقیه عالم مجتهد دارای تقوای الهی به اینها نیازمند است. خوب توجه کنین عزیزان بزرگوار، واقعا اگر در یک جامعه امیر و حاکم خیر که خیر مردم را بخواهد، این نکته خیلی مهم است، کدام حاکم ارزشمند است و انسانها به او نیاز دارد، بعض از حکماست که واقعا ضررش خیلی زیاد است، بعض از علماست که هم مضر است، تو مطلق نیست. قید داره روایت امام صادق، امیر خیر، امیری که خیرخواه مردم باشد، امیری که خیر و صلاح جامعه را بخواهد، حاکمی که دنبال خیر مردم باشد، خیر عمومی را در نظر داشته باشد، خیر همه مردم را مد نظر داشته باشد. واقعا این نیاز جامعه است.
اگر امیر خیر مطاع در جامعه نباشد چه بلایی سر جامعه می آید، چه مشکلی به جامعه روی آور می شه. عزیزان بزرگوار، ظلم، بی‌عدالتی، تبعیض، ناامنی مردم را اذیت می کند. اگر امیر خیر نباشد دیگه ظلم، ستم، ناروایی، تبعیض، بی‌امنی و بی‌عدالتی ایجاد می شه، لذا آفت کلان برای جامعه می شه. امیر خیر است که جلوی این همه مفاسد و مظالم اجتماعی را می گیرد. در سایه امیر و حاکم خیر عدالت برقرار می شه، امنیت برقرار می شه، تبعیض ریشکن می شه. واقعا یه آفات اجتماعی کلانی است. شما در جامعه نگاه کنین، آنچه که مردم در کل عالم و در کشورها و کشور عزیز ما افغانستان آسیب دیده، از همه ظلمها، بیعدالتیها، تبعیضها، نارواییها آسیب دیده است. لذاست که امام صادق علیه السلام می فرماید جامعه مثل آب و نان نه، بلکه بیشتر از او به امیر خیر نیاز دارد. حاکم عادل، حاکمی که عدالت را رعایت کند، همه را با دید مساوی بنگرد. واقعا ما هم از امارت اسلامی این خواهش را داریم. امارت اسلامی باید این خاصیت را ایجاد کند که امیر خیر باشد، خیر همه مردم، خیر همه جامعه، خیر همه ساکنین این کشور را بخواهد. و واقعا در ایباب باید عدالت را رعایت کند. پس بناً این نکته اول. دوم می‌فرماید طبیب، دکتران متخصص نیاز جامعه. اگر دکتر نباشد، متخصصین، معالجین امراض نباشد، آخر امراض بیداد می‌کند. چقدر رنج می‌بینه انسان‌ها از مرض. دکتر واقعاً نیاز جدی جامعه انسانی و اسلامی است. سوم چی میگه؟ فقیه، عالم، مجتهد، اما با تقوا. اگر حاکم عادل، امیر خیر نبود، ظلم پیدا میشه، تبعیض پیدا میشه، ناامنی پیدا میشه، بی عدالتی پیدا میشه. اگر دکتر نبود، امراض بیداد میکند و غوغا میکند. اما بلایی که از نبود عالم در جامعه پیدا میشه خطرناک تر از بلایی است که از نبود یک حاکم خیر و یا نبود یک دکتر ایجاد میشه. چرا؟ چون از نظر اعتقادات، از نظر اخلاق، از نظر احکام انسان ها آسیب میبیند. واقعا ما از نظر اعتقادات نیازمندیم که اعتقاد راسخ داشته باشیم. اعتقاد راسخ را کیها تبیین میکند؟ علمای دست اول اسلامی. از نظر اخلاق ما نیاز داریم چگونه باید اخلاق داشته باشیم. فرصت ایجاب نمیکند که این سه واژه عقاید و اخلاق و احکام را یک مقدار مفصلا رویش صحبت میکردیم که واقعا چگونه نیاز انسانی است. اینها را با کی باز میکند؟ مثل که یک دکتر با تخصصی که دارد، با دقتی که دارد، با تحصیلی که ده سال انجام داده، یک مرض را پیدا میکند و تداوی میکند. فقیه احکام را، احکام دینی را، احکام شرعی را که همه ما روزمره به انجام آن مکلف و موظفیم، فقیه این کار را انجام میدهد. پس بناً شما نگاه کنین عزیزان بزرگوار، این روایت امام صادق است که می‌فرماید جامعه به سه چیز نیاز دارد: یک حاکم خیر، دو دکتران متخصص، سه فقیهان، مجتهدان، عالمان با تقوا. پس بناً آنچه که ما در زندگی مشاهده می‌کنیم، علمای بزرگوار، فقها در مجموع با برکت وجودیشان سفره را در جامعه اسلامی پهن کرده که همه ما از برکات
این سفره بهرمند می شویم. لذا مشخصا در باب مرجع فقید حضرت آیت الله العظما محقق کابلی وقتی صحبت شود، ایشان یکی از استوانه های بزرگ علمی و فقهی قابل افتخار برای مردم و کشور ما بود. واقعا علمای ما می توانند به وجود این شخصیت عظیم افتخار کنند، طلاب ما می توانند افتخار کنند، مردم ما می توانند افتخار کنند. آیت الله عظمای محقق کابلی رحمت الله و رضوان الله تعالی علیه یکی از افتخارات علمی این سرزمین بود. ایشان در تمام مراحل زندگیشان مصروف تلاش علمی، درس، بحث، تدریس، تحقیق، فتوا، حکم و تربیت بود که این واقعا افتخار است. ایشان در تمام زندگیش مشغول این برنامه‌های معنوی بود. ایشان زعامت دینی و مرجعیت فقهی مردم را به عهده داشت و توانست این رسالت عظیم الهی را در طول حیاتش با افتخار به پیش ببرد. این یکی از افتخارات است. رسالت عظیم دینی را، مرجعیت را به عهده داشت و توانست تا زنده بود با افتخار این منصب را به پیش ببرد. و واقعا ایشان در نیم قرن که مشغول خدمات علمی، اجتماعی و فرهنگی بود، خدمات ارزشمند و قابل قدر را انجام داد و ملت ما هم به حمد الله قدرشناس همچو مراجع و علما هستند. ایشان در امین نیم قرنی که مشغول خدمات علمی و فرهنگی و اجتماعی بود، خدمات ارزنده را انجام داد که به هیچ کسی قابل انکار نیست و همه متوجه این قضیه هستند. شما نگاه کنین آثار علمی ارزشمند از ایشان به جا مانده است، کتابهایی که ایشان تألیف کرده، تحقیق کرده، نوشته، درسهایش تبیین شده. واقعا افتخار است امروز برای همه ملت ما و مخصوصا علمای بزرگوار. شاگردان دست اول و مبرزی که ایشان تربیت کرده که یک نمونه اش مرجع فعلی من حضرت آیت الله العظما فاضلی بهسودی است که در بین علمای کشور ما از نظر علم و تقوا و فضیلت شهره است. ایشان شاگرد آیت الله عظمای محقق کابلی است. یک نمونه اش ایشان است. ده ها نمونه مثل ایشان شاگرد داره. پس بناهن نگاه کنین خدمات علمی و اجتماعی که ایشان انجام داده، فرصت خطبه در یه هوای گرم ایجاب نمی کند که یک یک این خدمات را من مطرح کنم و برای شما منتقل کنم. این است که در همه سه دهه و کمتر از سه دهه‌ای که ایشان زعامت مرجعیت دینی مردم را به عهده داشت، کمتر مدرسه یا مسجد یا مرکز فرهنگی در کل کشور در ولایات مختلف، از هرات گرفته تا بلخ، از بلخ گرفته تا پایتخت کابل، مناطق مرکزی بامیان، بهسودین، غزنی، غور، دایکندی، هر جایی که این مردم زندگی می کند، شاید ایره به جدی میگم، شاید کمتر مدرسه یا مرکز علمی یا مسجد باشد که یا اصلا ایشان بانی هست یا به اجازه وجوهات شرعیه ای که از این مرجع گرفته آباد شده هست. این همه مراکز علمی با افتخار امروز آثار دست همچو مرجع است. پس ایشان واقعا خدمات ارزشمند را انجام داده. مصلی هایی که در کل افغانستان، هرات باستان را که حقیر چند سال خدمتگزار بودم در اون مکان، نگاه کنین با افتخار ترین مصلا در هرات توسط این مرجع ساخته شده. جمعیتی عجیب، مصلای ابا صالح که شما مشغول عبادتین در این مکان مقدس، مصلای ولی عصر،
مصلای خاتم الانبیای دی سبز، مسجد امام زمان خیرخانه، باقی مصلاهایی که واقعا توسط ایشان ساخته شده در بامیان، مزار شریف، جاهای مهم کشور، اینها واقعا قابل قدر است. اینها همه زحمات و خدمات علمی، اجتماعی و فرهنگی این مرجع سعید فقید است. ایشان یکی از فقهای نامدار بود، یکی از فقهایی که بود به حق علمایشان را از نظر علمی تایید کرده بودند. شما نگاه کنین، محقق خراسانی که افتخار این کشور است، در باب اعلمیت این آقا چه نکته‌ای را مطرح می‌کند. همه اینها از افتخارات شما مردم است. ایشان در کنار اینی که فقیه بود، مصدر فتوای مردم بود، مرجعیت دینی و زعامت دینی مردم را به عهده داشت، اما در کنار این مسئولیت کلان علمی دینی، در عرصه های مهم اجتماعی و سیاسی هم بی تفاوت نبود. پیام‌های این مرجع سعید فقید، مشوره‌های این مرجع سعید فقید راهگشا بود برای همه مردم ما و همه مردم افغانستان. یکی از نکاتی که در زندگی ایشان به جدی مطرح بود، ایشان مرجعی بود که خواهان وحدت امت اسلامی بود. همیشه توصیه می‌کرد، عام خاص را توصیه می‌کرد که شما وحدت را رعایت کنین، هم وحدت درون جمعیتان و هم وحدت کل کشور را، وحدت شیعه و سنی را باید رعایت کنین. ایشان منادی وحدت بود در افغانستان، پس ایشان در همه عرصه ها کارساز بود. واقعا مرجع با افتخار، با افتخار زندگی کرد. مرگ و رحلتش هم با افتخار شد. تشییع جنازش در شهر مقدس قم خیلی ها رو شوکه کردن. این گونه با عظمت تجلیل و قدردانی شد. پس این مرجع بزرگوار خدمات ارزشمند را انجام داد. و در اخیر می خواهم جا دارد و این نکته را باید عرض کنم که از شما ملت بزرگوار، از علما و اساتید نهایت عزیز، از قلم بدستان، از جوانان، از تحصیل کرده ها، از احاد ملت، خواهر و برادر باید تشکر کنم. شما هم مرجعتان را، مجتهدتان را، مقلدتان را خوب حمایه کردین، واقعا حمایه جانانه کردین، فتوایش را گوش دادین، به حرفش عمل کردین، دستورش را پذیرفتین، راهنمایی ها و ارشاداتش را قبول کردین و ازشان حمایه کردین. بحمدالله شما تا هنوزم حمایه گرین. مراکز علمیشان که امروز زیر نظر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمى فاضله بهسودی است، کماکان ادامه دارد و فعالیت میکند، شما مردم حامی این مراکز علمی این. و این جمله را با وضوح باید عرض کنم، اگر ما شخصیت های علمی کلان در هر عرصه داریم، یقین بدانین شما شریکین، در تألیفات شریکین، در تأسیسات شریکین، در مراکز علمی شریکین. همه اینها با امکانات خالصانه شما مردم ساخته شده است. شما مردمی که حقیرم حدوداً 10-15 سال در دفتر مرجع هستم، میبینم مؤمنین با چه زحمتی تمامی دستها آبله دارد، 500 افغانی وجوهات را میآورد به دفتر تحویل میکند تا مراکز دینی تقویه شود، تا علما تقویه شود. اینها واقعا قابل قدر است. شما هم سهیمین در همه خدماتی که این مرجع بزرگوار انجام داده و باقی بزرگان از علما انجام میدهند یا انجام دادن، همه شما به حمدالله شریکین. این هم قابل قدر است. باید از تک تک شما مردم قدردانی و تشکری به عمل آید و انشاءالله ادامه راهش هم نکته است که همه شما دقیقا متوجه اید که بزرگان دینی در جاهای دیگر هم این نکته را مطرح کردن که علمی که به دست این بزرگ مرد علمی استوار شده، این علم باید به زمین نماند. که به حمد الله ما امروز در افغانستان مراجع زیادی داریم، همه اینها روی سفره است که مرجع دینی ما حضرت آیت الله العظمى محقق کابلی آمده و فهم کرده و این جرأت را به علمای ما دادن که توانستن بعد از ایشان اعلام مرجعیت کنن. این افتخار است.
پس لذا این مرجع سعید فقید خدمات ارزشمند انجام داده در قلوب مؤمنین جا دارد. مردم تا زنده اند، حیات اجتماعی مردم تا روزی که این جغرافیای به نام افغانستان و این مردم وجود دارد، زحمات علمی، فرهنگی و خدمات اجتماعیشان فراموش نخواهد شد و مردمم مردم قدردان و سپاسگزاری است. از همه تقدیر و تشکر می‌کنم روح این عالم فقید و همه علمای از دست رفته، همه مراجعی که یک روز خدمت گذار بودن به جهان اسلام از دست رفته، انشاءالله شاد شود، درجاتشان عالیست، انشاءالله متعالی گردد شادی روحشانم. صلوات بلند خاتم فرما. و آخرین نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم، خواهران و برادران نمازگزار، فردا روز اول ذی‌الحجه، سال روز ازدواج مولای من و مقتدای من امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام و حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. ازدواج در زندگی یک امر بسیار مهم و اساسی است عزیزان بزرگوار. ازدواج یک امر مهم و اساسی است. ازدواج اگر به معیارهای صحیح دینی و شرعی انجام شود، بسیار از نعمتهای الهی، برکات خداوندی شامل فرد و جامعه می گردد. ازدواج تنها برکت فردی ندارد، برکت جمعی کلانی دارد. دو تا جوان وقتی به هم می رسد، فکر نکنیم که از نعمت ازدواج تنها این دو بهرمند می شود، بلی ظاهرا او دو فرد است، اما جامعه بهرمند می شود، مسئولیت اجتماعی ایجاد می شود، آفت کم میشه، گناه کم میشه. ازدواج در زندگی انسان خیلی مهمه. سال روز ازدواج مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، چه ازدواج مبارکی، چه ازدواج مبارکی. امروز نگاه کنین، کل عالم مدیون همین ازدواج است.